به نام خدا، تو این جلسه قصد داریم هدفی که در حقیقت دنبالش بودیم جبر و هندسه اشکال بود یا به هم رفت میدیم، چه جایی از جبر استفاده میکنیم، چه جایی از هندسه، این دوتا موضوع چه کمکی میتونه به هم بکنه. قبل از شروع موضوع رو پرسش اساسی مطرح میکنیم و سعی میکنیم که این جلسه و جلسه آتی دنبال پاسخ این پرسش باشه. پرسش پرسش چی هست؟ اولین پرسش چی هست؟ در واقع اون هستیم که فرق هندسه با جبر چیست؟ دومی سوالی که سعی میکنیم به اون پاسخ بدیم این جلسه شهود هست، جلسه تاعتی دقیقا با اثبات دقیقه ریاضی، این که چگونه میتوان اشکال هندسی در ابعاد بالا را توصیف کرد. خب قبل از اون من یه تذکر بدم، اونو قبل از اینکه میخوام در واقع اینها در موردش صحبت بکنم، یه گذر تاریخی داشته باشیم که تذکر در ریاضیات قدیم هر چیزی که توجیه هندسی برایش بود قابل پذیرش بود و اگه توجیه هندسی نداشت قابل قبول نبود و تعریف نشده. مثلا یه زیادی هم در واقع باعث پدید اومدن مفاهیم جدید ریاضی شد. ما این رو اینجا بنویسیم، در گذشته در ریاضیات باستان هر آنچه قابل توجیه با ابزار هندسه بود در ریاضی تعریف شده بود. مثلا ببینید، مثلا عبارتی مثل تحت عنوان مثال بنویسیم، مثال البته مثال این واقع گذشته است، الان مفهوم برامون تعریف شده است، الان توضیح هم عبارتی مثل x2 به اضافه x تعریف نشده بود. اما چرا؟ ببین اگه ما این عبارت ها در واقع داشته باشیم، x2 به اضافه x، اگه دقت بکنیم اینجا x2 مفهومی است در واقع سطح هست، اینجا x مفهومی است طول است. یعنی ما اگه یه مربعی داشته باشیم به ضلع x، و یه طولی داشته باشیم به ضلع x مجدداً، با سطح این مربع هست x2 و طول این هست x2، چطوری میتونیم دو تا کمیت متفاوت را در حقیقت با هم جمع کنیم؟ پس این در گذشته تعریف نشده بوده، به این دلیل که با مفهوم طول و
توقف مساحت اون رو توضیح ده. اما در ادامه تونستن این را با غذای تالس و دیزاین مشابه اون به این صورت این را توجیه کنن، یعنی اومدن در حقیقت فرض کنیم جا این هم خطوط موازی باشه، رسم بکنم. خب حالا اگر من در حقیقت این نسبت ها رو در واقع رسم بکنم، اینجا رو بگیرم، ما یه مسئله هندسه نمیخوام رو کلی، میخوام یه شمای کلی از در واقع روند گذشتش دور. این قسمت رو بگیرم X، قسمت رو بگیرم X، این قسمت رو بگیرم A و این قسمت رو بگیرم در حقیقت یک یا واحد، برای میتونم با نسبت نوشتن در واقع نسبت x به یک a به x در واقع مقدار a را بر حسب x به دست بیارم که میشه x2. در واقع اینجا تونستیم برای x2 مفهومی از طول را توجیه کنیم، مفهوم طول. از چه اتفاقی افتاد؟ الان میتونیم x2 را عنوان طول در نظر بگیریم و x هم بدون طول و کلی بشه طول و تعریف شده باشه برای. اما ما یک مثالی بیاریم از اینکه چجوری میتونیم در واقع فرق جبر با هندسه چیه توی این مثال بتونیم بگنجونیم. نه منظورم مثال حاصل عبارت در حقیقت به دست آورد. منظور اینجا چی هست؟ این عدد فرد اولی هست. ما اینو به دو صورت میتونیم، ما شمای کلی اثبات رو نمیخوام زیاد وارد اثبات فهم کنم، رونده کار رو ببینیم. اگه تخته رو به دو قسمت تقسیم بکنم، یک قسمت اثبات هندسی بیده شد، یک قسمت جب. خب اثبات هندسی چی کار میکنیم؟ اون توی اثبات هندسی پس کنیم در حقیقت من این اشکالا دارم یه سری مهره دارم و این را ادامهش میدم البته تا ببینید. من یه تکنیکی میزنم، ببینید من اینجا برش میدم، این هست یک، این را از اینجا برش میدم، این هست، اینجا را از اینجا برش میدم، این هست، اینجا را از اینجا برش میدم، جمع. اینجا همون جمع مجموعه اعداده در حقیقت فرد اولی هست که میشه 3 5 7. اگه اینو داشته باشیم اینجا میشه به شکلی مربع هستش، در حقیقت اینجا این مربع 14 چون چه تعداد اینا میتونیم اینطوری هم حساب بکنیم، پس این میشه در واقع 4 به توان 2. حالا اگه من اینو در واقع این ادامه بدم، من اینو میتونم اینجوری بنویسم که 1 به اضافه 3 به اضافه 5 تا در حقیقت 2 نمونه های 1 در حقیقت اینومین عدد فردم هست، منظورش میشه همین رو من میتونم به صورت
با استقرا این کار رو انجام بده. این به عنوان تمرین بوده. اما ما در واقع کاری که در واقع میتونیم بکنیم از دید و ابزارهایی که داریم ما روی کرده هندسیمون در حقیقت به چه شکل است؟ روی کرده هندسی وقتی ما در یک بود در دو بود صحبت میکنیم در واقع میتونیم در واقع اشیایی که میخواییم بررسی بکنیم یه تک کاربرد در واقع مثل اینجا مثلا یه همچه شکلی همچه شکلی مرتب در رسم کنن برش بدیم و یه شغلی ازش داشته باشیم یه هر شکل دیگه حالا به هر صورتی که میخواد باشه منظم باشه یا منظم باشه دایره باشه یا هر چیز دیگه و به کمک کاغذ میتونم یه شغلی ازش پیدا بکنم اگه توی سه بود باشه این همونه با ابزارهای مختلفی مثل مثلا حالا یک تکه سیم یا حتی یک تکه گچ اون رو مدل سازید به اونم که چاپکرهای سه بوده هستش مثلا به عنوان مثلا استوانه در واقع تراش بدم یک کوره رو در واقع در بیارم یا هر شکل دیگه حتی با کامپیوتر میتونم این را شبیه زده اما میدونیم که شهود در واقع این تحت عنوان تذکر بنویسیم شهود اثبات نیستش اما ره یافته خوبی برای تأمین به ما میده رقم میتونیم متوجه بشیم مثلا در واقع کره 4 بودی 5 بودی 6 بودی از تأمین کره 2 بودی و 3 بودی و شهودی که در واقع در این میتونیم اون مفهوم رو تأمین بدیم در حقیقت کاری که ما انجام میدیم از هندسه یه شهودی پیدا میکنیم روی کرده مون به تشکل هست در واقع ما از هندسه یه شهودی پیدا میکنیم و به سمت جبر میریم و بعد کاری که انجام میدیم توسط جبر سعی میکنیم مسائل هندسمون رو توی ابعاد بالا در واقع حل کنیم در اینجا ابعاد 2 یا 3 بودی در اینجا ابعاد در حقیقت ابعادمون بیشتر از سه بود خب اما بیان یه مثال بزنیم و این در واقع این شهودا توی تحت عنوان یه مثال تعریفش بگیم مثال مکعب این بودی را توصیف کن خب حلمون باید به چه صورت باشه ببینید ما فرض کنیم حالا مکعب یک بود یا بازه در نظر میگیریم به این صورت که این خط محورم باشه
مکعب واحده در حقیقت ما اینجا هست. ما اگه اینجا توی این قسمت ما این رو مدرج بکنم، اینجا رو محور بگیرم و اینجا رو عدد یک، در این قسمت این بازه رو من میگیرم در واقع مکعب یک بودی. حالا با آی هم میتونم نشونش بدم، آی یک صفر و یک که طولش یک هست، حجم یک بودی بگیم. اما اگه همین مفهوم رو توی دو بود در نظر بگیریم، و مجددن من یک بازه در نظر میگیرم به نقطه صفر و یک و در حقیقت اینجا این اگه دقت کنید هم مربعی هستش که هممون خوبی میشناسیم. اما این را چجوری میتونیم از نظر این مکعب دو بعدی هست، اما این را چجوری میتونیم از نظر ریاضی توجیه بکنیم؟ یا با ضرب دکارت میتونیم توجیه بکنیم. آی دو مثل صفر و یک در صفر و یک که این را میتونم به این صورت هم بنویسم. اما بریم سمت سه بعدی و بعدش n بعدی. اگه من دستگاه سه بود رو به این صورت رسم بکنم، در یه محور رو من جدا بکنم مجددا، صفر یک صفر یک ببینید در حقیقت یه مکعبه به این صورت خواهم داشت. در حقیقت اینجا دوباره مکعبه سه بعدیه که این را باز دوباره میتونم با حاصل ضرب دکارتی بنویسم توجیه کنم. اینطوری هم میتونم بنویسم. پس مکعب n بعدی به چه صورت میشه؟ مکعب n بعدی میتونم بگم حاصل ضرب دکارتی مکعب n بعدی واحد، n باره در واقع بازه 0 و 1. پس من اگه مکعب n بودی با آی n نشون بدم، این رو میتونم بنویسم صفر یک n بار در واقع این رو ضرب بکنیم که میشه صفر یک. در حقیقت مفاهیمی دیگه هم هست که ویژگی ها میتونه تعمیم پیدا بکنه. مثلا حالا تمام تذکر رو نیستیم، در ابعاد بالاتر مفاهیم تعامل موازی بودن و تقاطع را می توان تعمیم داد، البته دارای ویژگی های متنوع تری هست.
منظور چی متنوع تری هستیم؟ یعنی مثلا توی در واقع چهار بود تحت عنوان مثال بنویسیم، در آر چهار دو تا چیز جالب داریم، دو صفحه متنافر داریم. مثلا دو صفحه میتوانند در یک نقطه اشتراک داشته باشن، فقط یک نقطه. اصلا که در سه بود اگه همچنین یه داشته باشیم، ببینید در سه بود اگه من محور رو رسم بکنم و از صفحات مختصاتی استفاده بکنیم، ببینید اگر دو صفحه در واقع اینجا توی آر سه باشه، و صفحه مختصاتی این قسمت رو رسم بکنم، اشتراکش با این قسمت اگه دقت کنیم این خط هست و نمیتونه توی نقطه بعد دو خط اگر اشتراک داشته باشن حداقل در یک خط اشتراک داشته باشن. اما توی آرچار داستان متفاوته کرد. ببین اگر من محور رو اینجوری رسم بکنم، این در آر چهار باشه، حالا این شهود ما اجازه نمیده که این رو درست رسم بکنیم کاملا شهود داشته باشیم. اگر من یک صفحه مختصاتی اینجا داشته باشم، یک صفحه مختصاتی دیگه اینجا داشته باشم، اگر دقت کرده باشیم فقط توی همین نقطه مبدا این رو اشتراک دارم، فقط در مبدا. پس ویژگی‌های بیشتری هم خواهیم.